جلسه 69 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم در مورد فیس ترکینگ صحبت کنیم، یا اینکه یاد بگیریم چطور میتونیم صورت رو ترک کنیم. خب یه ویدیو اینجا داریم. من تو این ویدیو سعی کردم هم صورتمو این طرف اون طرف کنم، هم سعی کردم دوربین رو حرکت بدم اینور اونور کنم تا اینکه همه جوانب رو بسنجیم. خب لایه رو انتخاب میکنیم و توسط یکی از این ابزار، حالا من حتی میتونم از الیپس هم استفاده کنم و کلیک کنم، درگ کنم و یک ماسک دور صورتم رسم کنم. حالا یه مقدارم جابجا میکنم، خیلی هم دقیق نباشه مشکل نیست، ولی سعی میکنیم دقیق بکشیم. خب بد نشد. الان من این ماسک رو از اینجا نان میکنم که همه ویدیو رو ببینم. گفتیم روی ماسک میتونیم رایت کلیک کنیم، ترک ماسک بزنیم. به غیر از این، اگر لایه ماسک انتخاب شده باشه، این قسمت ترکر الان براتون میتونه صورت رو یا ماسک رو ترک کنه. در غیر این صورت، اگر من خود ویدیو رو سلکت کنم، میدونید که گزینه های دیگه میاد. پس من لایه خود ماسک رو کلیک میکنم تا این گزینه ها رو بیاره. خب باز میکنم، اینجا یه گزینه داره فیس ترکینگ اوتلاین اونلی. اینو اول انتخاب میکنم و این گزینه رو کلیک میکنم و ببینید خودش دقیقا اومد و به اندازه صورت شد و دور صورت رو گرفت، حالت صورت رو گرفت. و خب باید بهش فرصت بدیم تا اینکه کارش انجام بشه، پس صبر میکنیم تا کارش تموم شه. دقت بفرمایید که در عین اینکه داره ترک میکنه، این آیکون یا این علامت آبیه. دست به سیستمتون نزنید، بهش اجازه بدید که کارش انجام بده. کارش که تموم شد، این رنگش از آبی خارج میشه، سفید میشه، مثل بقیه میشه. اون وقت دیگه میتونیم ادامه کارو پیگیری کنیم و دنبال کنیم. خب کارش تموم شد، همطور که میبینید این سفیده، دیگه آبی نیست. و سی تی آی من میتونم بیارم اول و در طی مسیرم ببینم که دقیقا داره دنبال. اگر میبینید یه جای جا میمونه، چون سریع میام، اگر آروم بیام جا نمیمونه، کارشو درست انجام میده. اگر هم کارشو درست هر جا دیدید انجام نداد، میتونید نقطه هاشو خودتون دستی مقدار جا به جا کنید. من این ابزارم انتخاب کنم و بیام اول مسیر. خب اینو از نان تبدیل میکنم به اد دوباره و میرم توی افکس اند پریست. میخوام صورت رو شطرنجی کنم. میتونم بلر هم بکنم. در مورد بلر چون بیشتر خوندیم، موزاییک رو دوباره کار میکنیم. جلسه پیش هم کار کردیم. خب این اولینه، موزاییک رو تایپ کنید. این دومی که تو استایلایزه، اینو بر میدارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، یا روی این قسمت یا اینجا روی لایه رها میکنم تا روش اعمال بکنه. الان از این بالا این اعداد رو میتونم تغییر بدم، برای اینکه حالا به اون حالتی که میخوام در بیاد. یه مقدار هوریزنتال ورتیکال اعداد عوض میکنم، از این قسمت هم ورتیکالش رو عوض کنم. حالا اینطوری میشه که پیداست یه نفره، فقط یه مقدار تاره. اگر میخواید کمتر پیدا باشه، باید اعداد رو دوباره برگردونید عقب تا به این صورت باشه. حالا اون اعداد اول خودش اصلا مشخص نبود کسیه. ببینید وقتی خودش رو 10 و 10 بود دیگه، خودش رو 10 بود و 10، خب اصلا تی صورتی نمیدید. این اعداد وقتی ببرید بالا، یه مقدار وضوح بیشتر میشه، پیداست یه نفر این پشت هست، ولی حالا پیدا نیست کیه. دیگه میل خودتونه که چه اعدادی قرار بدید. مثلا حالا من 80 قرار میدم و 40 که پیدا باشه یه نفر اون پشته، ولی مثلا معلوم نیست کیه. حالا میتونین عدد عوض کنین، عرض کردم دیگه، سلیقه خودتون. و فقط برای اینکه قشنگ درست نشون بده، دلسه پیشم خوندیم اینجا خود لایه ماسک، این لایه اسمش ماسکه، دقت کنید اسم این لایه ماسکه. حالا هر اسم دیگه من میتونستم بذارم، اسم ویدیو ماسک بود. این لایه‌ای که خود موزاییک روش اعمال کردیم و ماسک هم روش اعمال کردیم و ترک کردیم و باز میکنید، یه قسمت داره افکس.
افکت رو باز میکنید، افکت رو که باز کردید افکت ها رو میبینید دیگه، موزاییک رو هم میبینید. موزاییک رو باز کنید، موزاییک رو که باز کردید این قسمت یک کامپوزیتینگ آپشن داره، یه مثبت داره، این مثبت رو بزنید. مثبت رو که بزنید درست میشه، این خودش میاد روی ماسک یک میذاره و حالا نه تنها همه رو نشون میده، فقط هم صورت و شطرنجی میکنه به اون میزانی که خواستید. حالا دوباره خواستید میتونید تغییرش بدید. خب من اجراش کنم تا خروجی رو ببینیم ماسکمون چطور حرکت میکنه. اجازه بدید رندر بشه، برمیگردم. همونطور که میبینید آماده شد و میبینید با اینکه سرد حرکت میکنه، تکون میخوره، چرخش داره، قشنگ ماسک دنبال میکنه و حتی دوربینم ببینید من جابجا میکنم، باز ماسک دنبال میکنه. حالا دقت کنید این اعداد رو میتونید کم و زیاد کنید تا وضوح رو بیشتر و کمتر کنید. هرچه اعداد کمتر بشه وضوح هم کمتر میشه. هرچه اعداد رو بیشتر کنید تصویر واضحتر و اون پشت بهتر دیده میشه، که خب قاعدتا نمیخوایم دیده شه، پس باید تا یه حدی اعداد رو بیاریم که هم مشخص باشه یه نفر اون پشته و هم شناخته نشه که چه کسی هست. اون کامپوزیشن رو دیلیت کردم، یه ویدیوی دیگه دارم اونم همون حدوده، اونم میارم براتون تا با گزینه دیگه‌ش هم آشنا بشیم. دوباره این ابزار رو انتخاب میکنیم، این لایه سلکت شده باشه و یه دونه ماسک در اطراف صورت حدودی، دقیق هم نباشه، خودش درستش میکنه، بد نیست. خب و برای اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته اینم روی نان میذاریم و سعی کنید سی تی آی اول باشه. اگر سی تی آی اول نباشه هم چاره دارید. حالا اگر سی تی آی وسط بود الان بهتون نشون میدم. من این ماسک الان اینجا انتخاب میکنم، وقتی پنجره تریکر رو باز کنم این امکانو واسم میاره. حالا میخوام فیس تریکینگ و دیتیلد فیوچرش رو امتحان کنیم، این کلیه جزئیات رو هم براتون میاره. این ابزار انتخاب کنم، الان دقت کنید سی تی آی اینجاست. اگر این دکمه رو بزنم از این طرف شروع کنه به ترک کردن، این تیکر ترک نمیکنه. پس اگه بخواد کامل باشه دوباره کارش تموم شد، سی تی آی بیارم بذارم این وسط سر جای اولش که شروع کردم، حالا این دفعه این یکی رو بزنم که برگرده به عقب، یا اینکه حالا به نظر من بهتر حالت اینه که یا آخر باشه اینو بزنم تا برگرده به اول، و اینکه نه اول باشه اینو کلیک کنم تا شروع کنه ترک کردن و بره به آخر. ولی باز تکرار ببینید جزئیات رو داره واسهتون مشخص میکنه، ولی نگران نباشید اگر وسط هم باشه دوباره بعد سی تی آی رو برگردید و حالا با یکی از این دوگما بستگی داره اول کدوم جهت رو رفتید، جهت مخالفش هم برید تا اینکه کامل بشه. خب صبر میکنیم تا این مرحله تموم بشه و برمیگردیم. ترکمون تموم شد، ببینید این دیگه آبی نیست و یه سری نقطه به ما داد. الان وقتی لایه رو انتخاب کردیم اگر بریم تو افکت کنترل میبینید که اینو باز کنید مثلا لف آی یک سری نقطه بهتون داده، رو هر کدومش که کلیک کنید میاره، مثلا این ببینید این نقطه است، این نقطه است، دوباره این نقطه است. حالا برای هر جایی مثلا من بینی رو میخوام این نویز رو باز میکنم، ببینید مثلا اینو کلیک کنم این دقیقا نوک بینی. خب بریم یه چیزی بهش ببندیم تا یاد بگیریم. راحت ترین کار اینه که ما میتونیم اصلا یه تصویر دیگه روی این بذاریم، مثلا حالا یه صورتک یا یه عکس پی ان جی از یه جایی که دوست داری صورت یکی دیگر رو بذاری رو صورت خودتون یا صورت کسی دیگه. از این حالت دیدید، حالا این پیداست که فانه و شوخیه، چیزی نیست که حقیقی به نظر بیاد. مثلا من اینجا یه دونه صورتک دارم میارم اینجا قرار میدم و سایزش هم خوب، این صورتکم رو یه دونه پی میزنم که پوزیشنش بیاد، میام میرم اینجا و این لایرم انتخاب میکنم و این نوک بینی، این نوک بینی نوشتی بود، میخوام ببندم به اونجا دیگه. حالا این پوزیشن رو از اینجا این لایر رو بلدیم، اینو یک آلت میگیرم روی کیبوردم، یک کلیک میکنم تا اینکه این گوشوارش بیاد و دوباره لایه پایینی رو انتخاب میکنم برای اینکه بتونم این نویز تیپو ببینم. این گوشواره اینو از اینجا میگیرم و میام میچسبونمش به نویز تیپ. این الان به دنبالش حرکت میکنه. حالا اگر جاش خوب نیست میخواید جا به جاش کنید،
اینجا میتونید خودش انتخاب کنید، این صورتکتون رو بازش کنید، یه مقدار انکر پوینت جا دیگه پوزیشن رو نمیتونید جابجا کنید، انکر پوینت رو جابجا کنید. مثلا من وای انکر پوینت رو یه مقدار میبرم بالا که این صورتکم اینجا قرار بگیره. حتی اگر دلم خواست ایکسش رو هم دوباره میتونم یه مقدار جابجا کنم و اونجا که البته یه راه دیگه هم داره، یه دونه نال بذاریم و نال رو ببندیم به این نقاطی که اینجا هستند و بعد صورتکمون رو یا حال شیمون رو ببندیم به نالمون. حالا اگر من اجراش کنم میبینید که وقتی سر حرکت میکنه قشنگ این صورتک هم داره حرکت. حالا اگر این پی ان جی بود، این دهانش هم پیدا بود یا چشاش، میتونستید مثلا چشا رو از پشت اینجا به نمایش بذاری یا دهن از پشت اینجا نشون داده بشه و اون حالت فانی که میخواید و طراحی کنید و اجرا کنید. خب به غیر از این من حالا برم و یه روش دیگه هم بهتون بگم. حالا این صورتک رو من اینجا اصلا پاک میکنم، این دفعه یه دونه قاشق دارم میارم. حالا قبل از قاشقم اصلا بیارم اول این قاشقم، خب این از قاشقم بزرگه، یه اسم میزنم یه مقدار کوچیکش میکنم و این دفعه یه دونه نالم میخوام بیارم. پس میرم لایر نیو یه دونه نال میارم، نالم رو یه دونه پی میزنم که پوزیشنش بیاد رو پوزیشنش، یه دونه آلتا نگه میدارم کلیک میکنم این گوشواره اینجا بیاد. حالا میرم روی خود ویدیو اصلی، میرم اینجا و ببینم کجا میخوام بچسبونمش. مثلا اینجا بد نیست، این گوشه مثلا بچسبونیمش به این یکی. از اینجا کلیکش میکنم، درگش میکنم، میام این قسمت رهاش میکنم. خب نالم میچسبه به اونجا، من باید خود قاشق هم فرزند نال کنم. پس قاشق هم از این قسمت میبرم و فرزند نال میکنم. حالا دست و بالم بازه برای اینکه پوزیشن قاشق هم رو جابجا کنم، پی میزنم و قاشق هم رو میبرم اون گوشه که دلم میخواست. قاشق رو میارم این بالا قرار میدم جایی که میخوام. الان اگر اجرا کنم وقتی سر حرکت میکنه، ببینید قاشقم دنبالش حرکت میکنه و کاملا طبیعی انگار قاشق چسبیده به سر. خب یه حالت دیگه هم واسه تون بگم، این نالو دیلیت کنم و این قاشقم دیلیت کنم، این دفعه یه دونه عینک میارم. عینکمو از اینجا میارم لایه بالا قرارش میدم. و عینک رو کجا بذاریم؟ عینک هم اول جاشو پیدا کنیم، اول روی خود عینک یه دونه پی میزنم، دیگه نال نمیارم. میدونید نال هم میتونید بیارید با نال راحت ترید، ولی حالا نال نمیارم. روی پوزیشن آلتو میگیرم کلیک میکنم که این آیتم ها این گزینه ها رو بهمون بده و بعد میرم سر این یکی لایه. توی این لایه این دفعه به نظر من بد نیست که این بالای بینی باید قرار بدیم، اینجا باید قرارش بدیم، درسته؟ اینجا بهتره. هر کدوم از دارو ندونستید کجاست، کلیک کنید دقیقا خودش بهتون نشون میده. خب حالا من اینو کلیک میکنم، درگ میکنم از اینجا و میارمش روی بالای بینی قرارش میدم. خب این از این. یه مقدار اگر جابجاش میخواید بکنید، اگه نال داشتید با پوزیشن جابجا میکردید، ولی من میتونم اینو با انکر پوینت هم جابجاش کنم. یه مقدار انکر پوینتش رو یه مقدار جابجا میکنم و اونجایی که میخوام قرارش میدم. خب خوب شد. فقط یه ایرادی که داره اینه که ببینید این سر وقتی میچرخه عینک نچسبیده روی صورت، روتیشنش رو هم باید درست کنیم تا اینکه درست کار کنه. برای که روتیشن رو درست کنیم من یه کد بهتون میدم، این کد رو توی دیسکریپشن میذارم، بردارید و استفاده کنید و یادتون میدم که چطور استفاده کنید ازش. خب من روی عینکم یه دونه آر میزنم که روتیشنم بیاد. اینجا آلتو میگیرم، روی این کلیک میکنم، اینجا باز میشه و من کنترل وی میزنم. فقط دقت کنید این قسمت، ببینید نوشته face.mp4. face.mp4 اسم لایه ویدیو اصلی منه، اینهاش face.mp4، اونی که ترکش کردم. فقط این اسمو عوض کنید توی این دوتا خط اول، بعد میبینید که وقتی اجرا میکنیم
قشنگ عینک چسبیده روی صورت و صورت با اینکه حرکت میکنه روتیشنش کاملا حفظ میشه. حالا در این موارد ما مفصل صحبت خواهیم کرد، فقط یه اشاره بکنم که این عینک روتیشنش رو میبنده به این دو گوشه ابرو، اینهاش رایت ابرو آوتر، و این دوتا نقطه هم شما میتونید اگر این لایه رو انتخاب کنید از این قسمت رو ببینید. ببینید مثلا یکی رو میبنده به این، یکی به این گوشه بسته عینک و روتیشنش رو، اون یکی هم میبنده به اون گوشه برای اینکه روتیشن رو کاملا حفظ بکنه.